از وقت خامنه‌ای گفت فساد اژدهای هفت‌سره، هر روز یک فساد نجومی از بیت خودش رو میشه. خونه مفت آخوند پناهیان از آخرین سنت‌هایی که رو شد. خونه ندارم تو تهران، اونم رفقا جمع شدن، هدیه‌ای مثل امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم عربی هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. میگه فقط من نیستم، خمینی و خامنه‌ای هم با پول مفت رفقا زندگی کردن. اما روزنامه شرق نوشت سوالی که برای مردم ایجاد شده این است که چرا آنها از این دوستان ندارند؟ این دوستان را چطور و کجا میتوان پیدا کرد؟ حسین دهپاشی هم با هشتگ پناهیان نوشت هیچ کدام از ائمه شیعه با هدیه و صدقه دوستانشان زندگی نمی کردن. آخوند مومنی اومد درستش کنه، پای بقیه خودی های نظام رو وسط کشید و کار خرابتر شد. ما این اولویت ها رو ببینیم. کسانی هستند که از راه نامشروع تحصیل مال کردند، کسانی هستند که از راه نامشروع به اموری رسیدند. خب اینها رو چرا نمیان مد نظر قرار بدن؟ کیهان و گماشته های خامنه ای داشتن جمع جور میکردن که رد یه خونه چند صد میلیاردی دیگه پیدا شد. یه سایت حکومتی ضمن چاپ سند رسمی خونه دوم پناهیان نوشت ماجرای خرید زمین 423 متری در منطقه خوشنشین سعادت آباد تهران از خانم لیلا ممتحن در سال 91 چیست؟ یا من گفتم که این یک اژدهای هفت سره، فساد اینجوریست، یک سرش زدی چند سر دیگه داره که بالا. بناس با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای بناس برخورد قاطع صورت بگیرد. قلم میشید آنی که تو فضای مجازی با آبرو حیثیت مردم بازی میکنید. این قلمی که میزنید برای که برای خداست؟ کاسبی؟ برو مواظب باش کرونا نگیری. همو ها؟ هیچ خونه هم نداریم. از گرسنگی چی شدین؟ از گرسنگی مواظب. این تازه گوشه ای از فساد دربار خامنه‌ایه که از ترس انفجار مردم گرسنه تلاش کردن بپوشونن، اما یکم دیر شده.